با مهمان عزیز خود همچنان در برنامه هستیم. جناب انجینر صاحب سوال داشتی خود سرجان؟ سوالات ما در برگرنده همو سوالات قبلی است که دوست عزیز استاد محترم برای ما گفتن، ولی بازم میخوایم که یک توضیحات زیادتر در موردش بتین که کورس هایی را که گفتین شما داشتین، البته تقریبا 2000 شاگرد یا 3000 شاگرد زیر دست شما بود، شما میشه بر ما بگین چی چیزا تدریس میکردین اولش؟ اول می سوال جواب بدین، چی چیزا تدریس میکردین؟ مضامین مختلف بود. در قدم اول خب در شرایطی که ما زندگی میکردیم فعلا امور ما ضرورت میبینیم انگلیسی و کامپیوتر بود و بخش های آمادگی کنکور داشتیم، صنف های ابتدایی دری و ریاضی بر صنف های پایان داشتیم. اساتیدی مسلکی بودن؟ بله، درس میدادن. بله، خطاطی میناتوری داشتیم، شبکه کاری داشتیم و یک بخش انجینیری الکترومکانیک بود که یک سال خودم درس دادمش، ترمیم تایپ تلویزیون ویدیو که شاگردای مسلکی هم فارغ میکردیم. چقدر خوب. و پسانو این کورس های مسلکی ما از بین رفت، چرا ما مصروف شده، مصروف درس های خود شدم. نگاه به مو ترتیب سابق دوام داشت، هم آمادگی کنکور داشتیم، هم انگلیسی و کامپیوتر داشتیم، شبکه کاری میناتوری و خطاطی هم داشتیم. بله دیگه به امی مضامین ما درس نمیده. دیگه مثلا دوست عزیز قبلا بر من گفته شد که استاد بعضی رقابت هایی هم داشتن، درست از بین کورس ها؟ بله بله، رقابت هایی بود. ما رقابت هایی داشتیم که شاگردای ممتاز انتخاب میکردیم، قبلا یک مکتوب رسمی از طرف دفتر خود رو ایمیل کردیم برشون، در پاکستان هم همونطور بود، در مکاتب رو ایمیل کردیم، شاگردای ممتاز تون شما ترن بتین بین تون وقت وقت هم دارین. ما میخوایم که هدف ما برد و باخت شاگردی، هدف ما این است که شاگردا خود بتونن دگام برسانن و یک چهره شون، تشویق شون، یک جایزه کوچک یا کتاب یا قلمی که ابو زور معرف دیگه از روزی چی بالاتر میگه. ما کدام کرولا نمیدادیم، کتاب و کتابچه و یا اونمو معرف، اونمو توفیش، بهترین توفیش کتاب و قلم است، بهترین توفه است. نگاه جور میکردیم، مکتوب روی میکردیم، بعد اونا آماده میشدن از مکتب ما، از انجمن ما یا که در کابلان بودیم، اینا هم آماده میشدن، باز استادا را خودش ما انتخاب میکردیم، میفتیم چهار نفر از استادا از شما، چهار نفر از ما، دو نفر هم از بیرو، هر کسی که شما دعوت میکنه نه مربوط دفتر شما باشه نه مربوط دفتر ما. یعنی یک بیخی هم آزادی باشه، هر کس نظر خود بوده. باز خوشبختانه همین نتیجه بسیار خوب داد، نگه شاگردای ما رقابت میکردن، خوش بودن و کت کورس های مکاتب دیگه که ما همجوار بودم نزدیک ما بودن، تا بار هر جایی که میبینن نه تو تلفن میکنن، در موجه ما بود رفتیم تلفن، یعنی یک مناسبات بسیار خوب ما ایجاد کرده بودم. کورس هایی که جناب استاد خودتان ایجاد کرده بودین، اینا راجستر از طرف وزارت معارف میشه؟ بله، این ثبت راجستر وزارت معارف هست، اکمال تخصص که فکر میکنم نزدیک شما هستم اینجا. بله بله. اونا راجستر میکنن، سالانه مالیات خود را میگیرن و کنترل دارن، طبق نرم معارف باید تدریس شود اونجا و خلاف ورزی خب طبیعی است که در افغانستان اندک زیادتر وجود داره، کنترل میشه، هیچ امکان نداره، ما هم کنترل شده بودیم و میشه نگه طرف معارف است. بله کاملا خوب است که هر آن چیزی که در زیر چارچوب کات معارف، چون که معارف در برنامه تمامی از کسایی که چی کورس های شخصی باشه، چی کورس های دولتی باشه، چی مکاتب باشه و چی پنتول ها باشه، کلا لازری هوا چتر معارف میشه. خوب است که ما هر اون کاری که میخوایم خدمت کنیم از طریق علم آموختن بر دیگرها یا تدریس بتیم، کوشش کنیم که زیری از همین قوم و قرارات خود معارف باشه. خب استاد محترم بیاین بریم طرفم و استادیتان شما همیشه که یک دسته استاد جان شما همینجا باشین، ما استاد میریم طرف هم استادیشان که در دوران استادیتان چه قسم رویه داشتین با شاگردایتان؟ جدی بودین یا ایست که همون تو مثلا صمیمی بودین؟ چه قسم همون شاگردایی که میالا میبینه و برتون باز میگم مگر محصد راسته بگوین. ما واقعا استاد نبودیم که زیاد خشینان بودیم، مهربان بودیم در قلب خود، اما در درس خود بسیار جدی بودیم. بسیار خوب. شاگرد نمیماندم که در صنف مثال درس اخلال بکنه، کار خانگیش سرش جبری میکردم که باید انجام میداد و دوست خود صمیمم میبود. بسیار خوب.